سنتور. دیگه چه ساز ایرانی رو میشناسید؟ تنبک. من که پیانو. پس موافقیم با هم بریم یکم با ساز ایرانی آشنا بشیم؟ بله. خوشم با هم بریم. بله بفرمایید بشینید. خب بچه‌ها این ساز اسمش تاره که 6 تا سیم داره، کلی پرده داره و یه پوست نازک روی دوتا کاسه هاشه و با مضراب زده میشه. صداش همینجوریه. بچه‌ها این سازم اسمش ستاره که هم خانواده تاره. قبلا 3 تا سیم داشته به همین دلیل اسمش ستاره، اما الان 4 تا سیم داره. این صداش هم اینجوریه. و سنتور خیلی سیم داره، 72 تا سیم داره. اینا هم گوشی‌هاش هستن که باهاش سیما رو کوک میکنن و سنتور رو باید با مضراب بزنیم و سنتور جزء خانواده سازهای زی هستش. میدونید دیگه چه ساز جزء خانواده سازهای زی هست؟ نه. این ساز قانون با این مضراب ها نواخته میشه. این ساز از خانواده سازهای زهیه، یعنی سیم داره و صداش هم اینجوریه. ساز عود به ایران باستان سفر کنید. من عود می نوازم، یک ساز قدیمی ایرانی. این سنگیله که سیم ها با اون وصل میشه. اینجایی هم که گوشی ها هستن بهش سرپنجه میگویند و یک مضراب پلاستیکی هم داره که با اون ساز میزنیم. صداش هم اینجوریه. این ساز سازنه هست که از یک گیاه‌نی ساخته میشه. 7 تا هم بند داره، به اینا میگیم بند. دارای 5 تا سوراخ روی نیه و یک سوراخ هم پشت نی قراره. اسم این ساز کمانچه است، با آرشه زده میشه و آرشه رو روی سیم میکشیم و وقتی میخوایم ساز بزنیم ساز رو میچرخونیم. صداش هم اینطوریه.